سلام دوستان، خب تو اینجا میخواییم در خصوص تابع ایندکس با هم صحبت بکنیم. تابع ایندکس که توی قسمت فرمول ها توی قسمت لوکاپ اند رفرنس هستش، یه تابع خیلی کاربردیه. این تابع اول میگه یه رنج رو به من بده، بر اساس اون منطقی که بهش دادیم میگه حالا شماره سطر و ستون رو به من بده تا مقداری که میخواد رو برگردونم. یعنی چی؟ یعنی که مثلا من اینجا یه جدولی دارم، با توجه به اینکه جدولم از نقطه A1 شروع میشه، اگر بگم یه ستون بیا این ور و یه دونه سطر بیا پایین، اون وقت کشاورزی رو به من میده. پس شماره سطر، شماره ستون رو بهش میدیم، تو اون منطقه بر اساس حال نقطه شروعش پیدا میکنه و به من مقدار رو برمیگردونه. خب به چه دردمون میخوره حالا؟ فرض کنین که من، اگر یادتون باشه، توی ویدیوهای قبلی در خصوص تابع مچ صحبت کردیم. اومدیم گفتیم که آقا تابع مچ میاد یه مقدار رو تو یک جایی پیدا میکنه و شماره سطرش رو برمیگره، با توجه به رنجت از اول شروع میکنه، میگه الان مثلا یاسی توی سطر چهارم اگر از A1 شروع بکنیم، چون از A انتخاب کردیم. پس مچ رو با هم صحبت کردیم. پس من الان شماره سطر رو دارم. از طرف دیگه دوباره میتونم از تابع مچ استفاده بکنم و شماره ستون رو به دست بیارم. چطور؟ مثلا رنج رو این قسمت یه سطر انتخاب میکنم، بعد میگم مثلا فامیلی نیم که توش دو هستش رو تو این سطر پیدا کن، کدوم یکی هستش، چندومیه که میگه اولی، نه دومیه که فامیلی نیمه، و همینطوری من واسه ایج میتونم بگم که سومیه پیدا کنم و چهارم. پس الان من شماره ستون‌ها و شماره سطرها رو واسه این قسمت دارم. فقط کافیه که بگم مثلا برای یاسمن دومیش رو پیدا کن که از تابع ایندکس میتونیم استفاده کنیم، یا سومیش رو پیدا کن. خب بریم حالا یه مقدار دقیق‌تر با هم بازنما کنیم. فرض کنیم من الان اینجا یاسی رو نوشتم و میخوام اسم خانوادگیش رو پیدا کنم، فامیلی نیمش رو پیدا کنم. میام میگم از تابع ایندکس. ببینید قبلا ما با هم صحبت کردیم از لوکاپ میتونیم استفاده بکنیم، اما گفتیم لوکاپ که اصلا یه مقدار مشکل داره، هرچی کمتر استفاده بشه بهتره. ویلوکاپ هم تابع سنگینیه، خیلی جاها از مچ ایندکس باید استفاده کنیم. خب اول ایندکس رو با هم دیگه نگاه کنیم، مینویسیم تابع رو، افکسش رو بذاریم که باز بشه. میبینیم که دو نوع در واقع ایندکس وجود داره، یکی به صورت آرایه‌ای هستش، آرایه‌ای ها رو ما الان صحبت نمی کنیم، یکی هم به صورت معمولی هستش که ما معمولی یا اولیش رو انتخاب میکنیم. خب میگه اول از همه یه آرایه به من بده. آرایه یعنی چی؟ همون جدول هستش. ببینید اگر من جدول رو بیام یه قسمت دیگه انتخاب کنم، مثلا از اینجا انتخاب بکنم، اولین سلول مرجع من چی میشه؟ این قسمت آسه میشه و هر چی که شمارش میکنه، مثلا میگم یکی سطر بیا پایین، یه ستون برو اونور، یه سطر میاد پایین، یه ستون بر اساس این میاد اینورتر که اینجا رو به من میده. خب من این رو نمیخوام، من رو میخوام کل جدولم، یعنی این قسمت رو سلکت بکنم. یا میتونید اصلا اینطوری سلکت بکنید که میشه کل این بخش، ولی خب حالا چون من مرج داشتم اینجا جدول رو انتخاب میکنم. پس الان جدول رو انتخاب کردم. حالا میگه چند تا سطر و چند تا ستون نسبت به A1 که اینجا هستش برم سمت راست و بیام پایین. خب تعداد سطری که قراره بره پایین چند تا هستش؟ ببینین من بر اساس یاسی میخوام بیام پایین، میتونم مستقیم بیام بگم آقا 4 تا بیا پایین. یعنی چی؟ یعنی 1، 2، 3، 4، یکی خودش یکه دیگه، 2، 3، 4 بیا پایین. و کالمی که میخوام چون فامیلی نیم هستش، یکی اولی خودشه دیگه A1، دومی بیا اینورتر که کاووسی رو به من بده. پس دورم اینجا قرار میدم. اگر اوکی کنین میبینین که کاووسی رو برگرد. البته این اعداد ثابت هستن، به درد ما نمیخوره، ما میخوایم این متغیر باشه که وقتی که مثلا یاسی رو، مثلا من اینجا اگر بنویسم آرش، همون کاووسی رو برمیگردونه دیگه، چون اینا ثابتن. من میخوام تغییر کنه بر اساس این. پس تابع مچ استفاده میکنم. میتونم اینجا مچ رو قبلا نوشتم، با هم کار کرده بودیم، بخاطر این زیاد توضیح نمیدم. میام میگم آقا تعداد سطرهایی که میخوای بیای پایین رو مچ کن، یعنی اول آرش رو پیدا کن ببین سطر چندمه. میتونم مچ رو مستقیم اینجا بنویسم، میتونم اینجا فقط سلول انتخاب کنم، قبلا نوشتم. پس میام اینجا
توی اینجا اول لوکاپ ولیوم انتخاب میکنم توی ستون آ و به صورت اگزکت میگم که مچ کنه شماره 100 رو. الان میتونم که خسروی که برای کشا آرش هست رو داشته باشم. حالا این خوبه، ولی توجه کنیم که فامیلی نیم من عوض نمیشه و همیشه ستون دومه، یعنی من میتونم اینو ثابت قرار بدم واسه اینجا. حالا اگه بخوام بیام ایج رو بنویسم واسه بعدی پیدا بکنم، کافی از این یه کپی بگیرم بیام اینجا مساوی قرار بدم، فقط این شماره ستون رو بکنم 3، شماره ستون رو بکنم سومی، یعنی 1 2 سومین ستون بر اساس اون چیزی که سطری که مچ کردی واسه هم برگردون که میشه سن 33 سال. یه کاری دیگه هم که میتونم بکنم، اول اینا رو به صورت مطلق بکنیم با دلار، F4 رو بزنیم اینا ثابت میشن، من میخوام این هم ثابت باشه، این هم باید ثابت باشه. خب حالا در صورتی که من این تابه رو بکشم این ورتر، میبینید همون 33 رو بسه من، یعنی سن رو برگردم. چرا؟ چون این یا باید 4 باشه، خب یعنی باید عوضش کنم بکنم 4، یا اینکه بیام دوباره از مچ استفاده کنم، همین کاری که اینجا انجام دادم، یعنی بیام دوباره تابه مچ رو بنویسم بعد بگم این رو پیدا کن ببین توی این قسمت کجاست، توی اینجا چندمیه، شماره ستون رو پیدا کن و واسه من به صورت اگزکت پیدا کن و برگردون که ببینیم برمیگردن. حالا میتونم اینا رو هم دوباره مطلق بکنی، اینو نباید مطلق بکنی، این باید تکون بخوره، میخوام درگ کنم فرمولم رو، اینو ولی مطلق میکنی. حالا میتونیم این رو بکشیم به این سمت و میبینیم که فرمول ها ثابته و راحت میتونیم پیدا کنیم. یعنی اگر من تعداد زیادی اینجا ستون داشتم و تعداد زیادی سطر داشتم میخواستم بیام پایین، به راحتی میتونستم این رو یه فرمول با مچ ایندکس بنویسم و به راحتی این رو بکشم و بیاد، و فرمول سبکی هم هست، خیلی سریع و خوب کار میکنه. یعنی که مثلا شماره سطر ستون رو مثلا اینجا داشته باشیم، این شماره سطر بود، از اینجا باید بخونه چهار میکنم، و این شماره ستون بود که باید از اینجا بخونه، اینو نمیخواد دیگه F4 کنیم و میتونیم دوباره بکشیم این رو، چون دقیقا تو اینا هم مچ نوشتم دیگه، انگار فرمول اینجا میاد یه دور حساب میکنه میذارتش این تو و دوباره ایندکس میکنه. خب این از تابع ایندکس و مچ که یکی از پرکاربردترین ترکیبایی هست که استفاده میکنیم. خیلی وقت دیگه اصلا از ویلوکاپ لازم نیست استفاده بکنیم، از همین مچ ایندکس استفاده میکنیم. ممنونم از توجهی که داشتین، خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.